ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی توانایی دیدن چیزهایی که مردم عوام اون را نمیتونه ببینه. مثلا اونها یا اصلا قبلنا اینجوری بود که میگفتن اول ما اونو باید ببینم بعد اونو باور کنم یا ایمان بیاورم به اون. در صورتی که تو یعنی باید اول ایمان داشته باشی، باور داشته باشی به توانمندیت، به این که خواستت برآورده میشه، به هر چیزی. ایمان البته ایمان واقعی باشه، فقط حرف گفتن نباید باشه. ایمانی که عمل نیاره اصلا ایمان نیست. اصلا یعنی تصمیم، هر تصمیمی که میگیری یا باوری که میکنی باید همراهش اقدام باشه، اینی همراه ایمان باشه، و اگر نه هیچ فایده ای نداره. مثلا اول آدم اونقدر ایمان آدم قوی باشه که اول ایمان داشته باشه باید اونو ببینه. چون که چرا؟ دلیلش اینه که زبان دنیا فرکانسی هسته، یعنی هر لحظه تو باید حس دالی باشه، فکرهای خوب داشته باشی. هستی تو در هر لحظه یعنی ایمان داشتنی تو، یعنی هر لحظه تو اینقدر حست حالت عالی باشه 100% به اون خواستهات میرسی، به شرطی که ایمان داشته باشی و یقین داشته باشی، اشتیاقی سوزان داشته باشی. یعنی باید اگر اینطور باشه عادتهای تو باید عوض کنی، و عادتهای یه رفتاری دینه عوض شده باشه، اگر و مثلا اقدامت، عملت، کردارت، رفتارت اگر عوض نشده باشه او چی ایمانیه؟ او فقط این حرف گفتنه. پس حواست باشه که فقط با حرف گفتن نمیشه کاری کرد. ایمان یعنی پس همه چی، یعنی عشق، لذت بردن، زیبایی. اصلا تو خواسته هایی که داری یعنی حق طبیعی تویه که تو به اون خواسته ها برسی. اصلا لازم نیست که تو شک داشته باشی، لازم نیست که تو گدایی کنی خدایا مثلا. اصلا نه، تو باید اینقدر عشق امراه باشه، اینقدر حالت خوب باشه، باید اون رو ایجاد کنی، اون حس و حال خوب رو اصلا این ایجاد کنی که واقعا بگی من احساس لیاقتش دارم، احساس شایستگی اون رو دارم. و ایمان داشتن یعنی احساس خوب، یعنی احساس نگرانی نکردن، تحمل کردن و نکردن. اینا اصلا نیست. چیزی که تحمل اینه امراه با مشقت سختی. اصلا یعنی وقتی ایمان داشته باشی همه چیز آسان میشه، راحت میشه. یعنی تو تمرکز داری به اون چیزی که میخوای، همراه با این کلا انرژی در جریان میفته. پس حواست باشه که تو وقتی که ایمان داشته باشی یعنی در زمان حال هستی، یعنی حالت خوبه، یعنی آرامش داری و اتفاقای خوب 100% بر تو میفته. به زور کسی رو ما نمیتونیم ایمان دار کنیم. یعنی ایمان بر ضد ترس. ترس کسی که ایمان نداره یعنی ترس داره، هر لحظه ترس داره. ولی تو باید اینقدر ایمان داشته باشی، آرامش داشته باشی. وقتی که ایمان داری دستهای خداوند رو تو باید باز بگذاری که برای تو کار کنه. مثلا یک نیروی برتر همراهت همیشه هستش اگر ایمان داشته باشی، چون که خداوند همراهت هستش. اصلا ژنتیک و استعداد اینا مهم نیست. تصویر ذهنی و تجسم و رسیدن به او خواسته خیلی مهمه. به هر خواسته ای که تو بخوای میرسی. باور داشته باشی، تعهد داشته باشی، صداقت داشته باشی و 100% میرسی. چون بودنت، هستی تو و روحی والای تو مهمه. پس تو خودتو بشناس، اون کائنات و دنیا جهان هستی رو بشناس که چطوری کار میکنه. این خیلی مهمه. احساس حالی داشته باش، زبانی دنیا، پس زبانی فرکانسیست، به اون چی که هستی میرسی نه به اون چی که میخوای. این خیلی مهمه که ایمان یعنی اینجا ثابت میکنه که تو یعنی اگر به خواستت میرسی یعنی ایمان داری. یعنی ایمان
مثلا کسایی که بیچسبن نه، باید رها باشی. ممنون، خدا حافظ.